با ارز میکنم یاد و خاطره معلم عزیز افغانستان حضرت آیت الله لزما محسنی رحمت الله علیه و بار دیگر سپاسگزاری میکنم از همه شما عزیزان که با برنامه روی خط زندگی در کنار ما هستیم دوستان عزیز و عجمند همه ما میدانیم که دوره جوانی دوره است بسیار پر اهمیت حساس و در نتیجه دوره است که میتونه آینده ما را رقم بزند در واقع میشه گفت که قالب هر انسانی در دوره جوانی شکل میگیره و اگر قرار باشه که با استفاده از این دوران حساس به سعادت و خوشبختی و رستگاری برسه مشروط و منوط به که با تعصی و تمسک بر آموزه هایی که میتونه هدایت برای او فراهم کنه بر اساس آموزه های دینی هدایت الهی و دستورات اهل بیت علیهم السلام و این موضوع میتونن نائل شوند حضرت آیت الله لزما محسنی رحمت الله علیه هم احتمام ویژه ای با جوان و دوره جوانی داشتن که همه ما مطلع هستیم که کتاب گرانسنگن تحت عنوان جوان و دوره جوانی تعلیف داشتن که در پیون به اهمیت این دوره بیشتر متذکر شدن برنامه امروزی را اختصاص داریم تا که برای جوانان عزیز صحبت های داشته باشیم که دوره جوانی موضوعی بوده که از قلم حضرت آیت الله ما محسنی رحمت الله علی نیفتاده و ایشان فراموش نکرده و بیانات بسیار گهرباری هم هست تا بتوانیم از این دوره نهایت بهره و استفاده را ببریم سرور گرامی ما افتخار جامعه روحانیت حاج آقای رضایی عزیز خوشبختانه در کنار ما هستند و گوش جان می سپاریم به صحبت ارزشمند ایشان و ببینیم که دیدگاه ایشان پیرامون این مسئله چگونه است سلام و عرض ادب خدمت شما خیلی خوش اومدید علیکم سلام جناب حسینی در خدمت شما هستیم بسیار خوش آقا باعث افتخار هست که بار دیگر در این روز بزرگ که مصادف هست در واقع در آستانه سال چارمی سالگرد عروج ملکوتی حضرت آیت الله العظما محسنی رحمت الله علیه هستیم با اتفاق شما مروری هست با سیره زندگانی حضرت و او تعامل نیک و دیدگاه مثبتی که حضرت در پیوند به جوانان داشتن بله بسم الله الرحمن الرحیم ما هم به نوبه خود گرامی میدارم یاد و خاطره فراموش نشدنی معلم بزرگ افغانستان فقیه نوندیش پدر و رهبر دلسوز و پیشوای ملت مسلمان افغانستان حضرت آیت الله المزای محسنی رحمت الله علیه بسیار بحثی زیبا و مناسبی را برای ای برنامه در نظر گرفتید که هم بحث جوان و دوره جوانی و هم از کتاب ارزشمندی که ایشان در این زمینه نگاشته است در واقع صحبت شود جناب حسینی به خوبی میدانیم یکی از ویژگی‌های های حضرت آیت الله علیه محسنی بود که با همه طبقات جامعه بسیار براحتی ارتباط برقرار میکرد و به عنوان یک معلم دلسوز یک مربی و یک شخصیتی که نسبت به تمام طبقات و اصناف جامعه تعلق خاطر داشت سعادتمندی تمامی مردم را در واقع مد نظر داشت و برای رسیدن مردم افغانستان از همه تیفه ها و اصناف به یک جایگاه فاخیر که شایسته این مردم باشه هم در سخنرانی ها و در مباحث تهدینوانی تفسیر قرآن و مباحث که در تلویزیون داشتن و هم در رابطه با نوشتن کتاب ها بسیار زیبا و جالبه که این قشر بسیار مهم و تأثیر گذار جوانانی که در واقع مدیران آینده جامعه هستند از دید و نگاه جرف این بزرگ مرد پنهان نماند و حدی اقل یک کتابی را در این زمینه نگاشته و مباحث بسیار مهم را به عنوان توصیه های یک پدر هرچند می‌فرماید من دیگه که سالم پیرم ولی با شما جوانان تجربه جوانی خود و همسین و سالار خود را شریک می کنم و به شما و آینده شما سخت دل بسته هستم جالب جناب های حسینی عزیز بینندگانم با معدری در این مسئله حتما هم نظر هستن کسانی که کمترین شناخت را از این بزرگ مرد داره ایشان واقعا یک عالم جامع و یک شخصیت عالم به زمان بود تمام مقتضیات و شرایط زمانه را به خوبی درک میکرد لذا با توجه به امین درک عمیقی که از جامعه و مردم داره برای هر کدام یک نسخه شفابخش و یک منشور و یک در واقع راهنمایی را در تدوین کتابها نگاشته هست ما اگر به مجموعه آثار علمی و ارزشمند این بزرگ مرد نگاه کنیم در سطوح مختلف میتونیم کتاب و تعلیفاتشان را دستبندی کنیم کتاب است که آمیانه نوشته شده چون مخاطبشون عوام مردمه مردم است مردم مردم که در هر مقطع سینی و با هر دانش و آگاهی که داره بیتانه از کتاب هایشان از مطالبیشان بهرمن شود تا میرسیم به کتاب های بسیار ارزشمند و گرانسنگی که جز آلمان و نخبگان و پژوهشگران شاید افراد عادی نتانه از او کدام برداشتی داشته باشه مثل مجموعه احادیث معتبره ایشون در علم الحدیث مثل رجال ایشون مثل خدمت ارز کنم فقه سیاسی ایشان، یا در واقع حدود و شریعه ایشون در مباحث محرمات و واجبات این کتاب ها که امروزه خیلی از اینها متون درسی در حوزه های علمیه و در مجامع علمی دنیاست که از افتخارات مردم ما هست که یک عالم ما و یک دندشمند ما کتابهایش امروز در اکثر حوزه های علمیه طلاب دینی و برخی از پاهنتونه دنیا جز کتابهای درسی و جز منابع درسی است اما کتاب ارزشمند ایشان که مخاطبش قشر جوان همون کتاب ارزشمند جوانان و دوره جوانی هست که موردی که موضوع بحث امروز ما و شما لذا میتانه این کتاب و صدها تعلیف دیگر از این بزرگ مرد بیانگر همون جامعیت نگاه ایشان و به عنوان یک معلم و پدر نسبت به همه تعلق خاطر داشت ایشان راجع به بانوان و زنان کتاب مستقل داره نسبت به جوانان کتاب داره نسبت به مباحث اخلاقی کتاب داره نسبت به مباحث اقتصادی و سیاسی و حکومتی کتاب داره در تفسیر در کلام در حدیث ایشان آثار بسیار بهایی داره که بازم جای افتخاره که ایشان در همین سال های آخری عمرش به عنوان پیشوهشگر ممتاز و برتر جهان اسلام شناخته شد و در واقع نام ایشان در تاریخ به عنوان یک پیشوهشگر موفق و بوتر ثبت شد بنابراین ایشان همون گونه که همه پیشوایان دینی و در آموزه های دینی ما به بحث مقطع جوانی به دلیل حساسیتی که داره به دلیل که تمام انرژی و توانمندی انسان در این فصل از عمر به فعالیت میرسه و رضا میتونه مسیر درست و کمال رو بپیمایه و میتونه از این موقعیت خدای نکرده سوی استفاده کنه و به خاطر بعضی از مباحث راه بیراهه را بپیمایه این معلم بزرگ و این پدر دلسوز در این کتاب مباحث بسیار زیبا و در واقع راهکارهای بسیار سودمندی را برای قشر جوان و جوانان ارائه میکنه که انشاءالله در ادامه و برخی از مباحثش انشاءالله میپرده واقعا آجا با بحرمند از صحبتهای بسیار ارزشمندش و نکات خیلی زیبایی را اشاره فرمانده جواب همان که شما اشاره فرمودید و همان که همه مردم عزیز ما مطلع هستند دوره جوانی دوره بسیار حساسی هست حساسیت این دوره به این دلیل هست که سعادت و در واقع شکوفایی ما یا خدای نکرده فلاکت و بدبختی ها مشروط و منوط به استفاده است، ای دوره هست yes, yes. همین ما میدانیم که متاسفانه بسیاری از دشمنان اسلام در جوامع غربی هم بیکار هستند و سعی میگن با حجمه هایی که پیکر دین مبین اسلام وارد کنن جوانان از صف دین بکشن و وارد صفحه خودشان کنم. و اینجاست که یک جوان باید عالم به وضعیت اجتماعی و حتی فرامنطقی خود باشه باید آگاه و بیدار باشه ارزش های اسلامی را متوجه باشه و در پرتوی ارزش های اسلامی بتونه به سعادت دنیا و آخرت دست پیدا کنه خب کتاب حضرت آیت الله لزما محسنی رحمت الله علیه تحت عنوان جوان و دوره جوانی احتمام ویژه حضرت و دوره جوانی نشان بده بفرماییم که ایشان در کتابی که اشاره فرمودید برای سیمای یک جوان شایسته چه نکاتی را مد نظر دارید بله جناب حسینی اشان با توجه به آموزه های دینی و فرموده حضرات معصومین عمر یک انسان را به سه مقطع سنی دوره طفولیت و دوره پیری و کهنسالی و دوره جوانی تقسیم میکنه که دوره طفولیت در واقع مقدمه است برای ورود به یک عصر و دوره بنام جوانی و دوره پیری و کهنسالی دوره است که باید نتیجه آنچرا که در جوانی انسان انجام داده خوب و بد را باید ببینه پس منابر این دو دوره طفولیت و کهنسالی و پیری یکی مقدمه هست و یکی نتیجه و به اصطلاح دیه که یک جوان باید در عصر پیری ببینه که در دوره جوانی چی کرده همون گونه که شما میشاره داشتید و ایشانم اهمیت دوره جوانی را در این کتاب ارزشمند در واقع تذکر میده همون گونه که همگان واقف هستیم به جایگاه و به اهمیت دوره جوانی به دلیل که تمامی توانه ها و انرژی ها و قوه و قدرتی که خدای متعال در وجود انسان به ودیعت گذاشته در این عصر اینها به ظهور میرسه و فعلیت میرسه اینجاست که این جوان کاملا میتونه راه سعادت و خوشبختی را انتخاب کنه یا خدایگر راه شقاوت و بدبختی را به هر تقدیر همون گونه که اسلام و آموزه ها پیامبران مبلغان از جمله این فقیه آگاه و خبیر به بحث جوانی احتمام ویژه داره و توصیه هایی را در رابطه با سعادتمندی جوانان و برای اینکه از این استعداد خود به خوبی برای کمال و ترقی خود استفاده کنه اتفاقا دشمنان هم به همین قشر و به همین مقطعی از عمر انسان ها توجه داره با. چون برای اونها هم یک فرصت با. و یک موقعیت بسیار طلایی است و یک در واقع نیروی فعال و خوبی که اگر مطابق میل اونها در واقع رهبری و هدایت شود میتونه خیلی از نیات شوم و پلید دشمنان را در جامعه توسط جوانان در واقع به انجام برسانه اما از اونجایی که ما دوره جوانی را پر اهمیت می دانیم. خب جای این پرسش و این سوال می آیا که خب اسلام و شخص حضرت آیت الله رضای محسنی در این کتاب از یک جوان مسلمان چی, چی تصویری و چی سیمایی را ارزم تمثیل و تصویر میکنه آه. که این می خودش یک رهنمودی برای جوانان باشه که سعی کنن که این سیما را به عنوان یک جوان مسلمان در خود در واقع به وجود بیاره ایشان با عرض معذرت خیلی ببخشید که صحبت های زیبای شما رو در این مقطع قطع کردم و هم اشاره میکنن که میان برنامه آماده نشو است به اتفاق شما و بینندگان عزیز میبینیم و ان ادامه صحبت ها رو در بخش بعدی باشد. باشد. دوستان عزیز و ارجمند سپاس از همراهی شما از اون میان برنامه رو به اتفاق یک دیگر و ان در بخش بعدی بیشتر در پیوند با اهمیت دوران جوانی از منظر حضرت آیت الله العظمی محسنی رحمت الله علی اشاره خواهیم داشت یعنی دنیایی که ما و شما هستیم الان ببین ده سال پونده سال انسان درس میخوانه ما امی الان که آمدم سر خزبانی کتاب بالا کردم با کراعت آمدم حالا مدل دلیم میخواست که مجی بیشه رو کنم شهر بروز از که میرم بعد مشغول میشم انوزم مجایی نرسیدم در دنیا اراده قوی میخوایه این اشتباه الان بعضی اوقات از می اول که انسان میخوایه بروه دنبالی اخلاق بروه، دنبالی کاری دنیای خود بروه، پیروزمند سرفراز شوه، یک بهانه های وجود داره یک ادام شکست خورده اینا شکست خورده اینا که شکست خوردن نمیگن که ما تنبلی کردیم در جوانی خود محبت مادر بود ما به مادر بودیم، ها میگن در بعد از این کشورای امسایی شما امی حمله هم را عزیز مادر میګنه عزیز مادر بیاي بار بوګور حمل امي جواديره چر به خاطر زیک ميګي عزيز مادر بوده محبتي مادر يره تنبل کړه بیکاره نه درس خنده نه كاس پياد گرفت يا ما چی شد همش هسته ميټور ادم bait کوشش کول الا ولعود bait وري دره منزل ليليك خطرهاس درو شرط اول قد شرط اول قدم آن است که مجنون باش اراده های قوی می ولی اونهایی که اراده قوی ندارند خود مقصر نمیدانند خیلی از مردم خود فریب میدن. دیگر خوش آمدید و مجددا گرامی باد عرض میکنم یاد و خاطره معلم فرزانه ای افغانستان حضرت آیت الله محسنی رحمت الله علیه با ادامه برنامه روی خط زندگی در خدمت شما از هستیم در قسمت اول برنامه اشاره ای بود به جایگاه ای که جوانان میتونه در جامعه اسلامی داشته باشه و این موضوع از منظر دین مبین اسلام بزرگان دینی و حضرت آیت الله محسنی رحمت الله علیه مورد تاکید و بررسی قرار دهیم آقا جهانی سپاس از صحبت های ارزشمند شما صحبت ها به اینجا رسید که برای یک جوان غیور جوانی که مسلح به اندیشی دین و آموزه های دینی هست در واقع یک تصویر و یک سیمایی وجود داره این سیما و این تصویر حضرت آیت الله ما محسنی رحمت الله علیه چگونه بیان فرمودند سیمای یک جوان از نظر حضرت آیت الله رضوی محسنی و کلا از نظر دین مبین اسلام است که باید یک سری ویژگی ها را انسان جوان یا جوان مسلمان باید داشته باشد اولین نکته را که ایشان خیلی تاکید میکنه میگه بر یک جوان مسلمان لازم است که اعتماد به نفس و خودباوری را در خود متجلی سازه یعنی یک جوان مسلمان البته در صورتی که علم و آگاهی لازم را کسب میکنه ایشان قبل از این مباحث توصیه بسیار اکید داره به علم آموزی و در واقع تحصیل علم که ایشان حتی در مورد علم آموزی میگه که اگر کسی امروز ادعای روشن فکری بکنه که من دیگه یک روشن فکر است و من مایست را بسیار به زیبایی میتونم بفهم و تحلیل کنم اگر این انسان کمتر از یک هزار جلد کتاب مطالعه کرده باشه ای نمیتونه روشن فکری را یدک بکشه و خود را روشن فکر بدانه به دلیل اینکه امروزه دامنه ای علوم بسیار گسترده شده و بسیار پیشرفت هایی در موضوعات مهم علمی امروز پدید آمده سند و تکنولوژی نسبت به گذشته خیلی امروز گسترده تره لذا مطالبات و نیازها هم به همین تناسب خیلی بیشتر از گذشته هست لذا نباید به یک مرحله از علم آموزی به یک حد متوقف ماند باید شب و روز تلاش کرد و از اطلاف وقت از در واقع بسنده کردن یک معلومات کلی و در یک مقطع ایشان جوانان را پرهیز میته میگه همچنان باید دنبال علم موزی و خیرت ورزی باشید و در عین حال ایشان اعتماد به نفس و خودباوری را بسیار تاکید میکنه میگه آه. اصلا اساسا شخصیت یک جوان به همین خصوصیت و ویژگی اعتماد به نفس و خودباوری کرد اینجا بسیار یک نکته ظریف را ایشان اشاره میکنه که بحث اعتماد به نفس با غرور و لجبازی کاملا متفاوته انسان باید منعطف باشه اگر بفهمه که اندیشه اش موضوع اش حرف و سخنش اشتباه است اینجا نباید تحت اینوانی که ما باید اعتماد به نفس داشته باشم مقاومت کنه در برابر مطلب حق و مطلب درست موضع بگیره ایشان میگه که اعتماد به نفس در جایی است که اول آدم حق و حقیقت را شناخته تشخیص داده او زمان دیگه باید جا خالی نده در برابر هر گونه خطر تهدید و ناملایمات سر موضعش بیسته و اعتماد خود را به دلیلی که ممکنه دیگران نپسنده ممکنه دیگرها او را به تمسخور بگیره ممکنه دیگرها برای او ایجاد مزاحمت کنه این باید خود را ببازه اگر, اگر حق را درست و به شکل درستش تشخیص داده اینجا جایی است که سر موضعش رأیش و نظرش بمانه ولو بلغ ما بلغ لذا ایشان به استنادی که این نمل حیات عقیدت و جهاد میگه همینجا معنا پیدا میکنه که انسان در برابر حفظ عقیده و باور خود مجاهدت کنه تلاش کنه <applause> نکته دوم را که ایشان در این زمینه یادآور میشه اینه که انسان مسلمان به صورت عموم و به ویژه جوان خودباوری داشته باشه به این معنا که خود را در جامعه یک موجود مؤثر و تأثیر گذار بدانه بره بره. نه اصل است من چی هستم از من بهتران هست این نه نه هر کسی در هر شرایطی در هر مقطعی سنی و مقطعی علمی در جای خود و به تناسب ظرفیت و وضعیت خود میتونه در شرایط جامعه خود تأثیر گذار باشه لذا وقتی انسان خود را در جامعه موجود مفید و مؤثر و تأثیر گذار یافت این فرق منه با یک انسانی که خود را آتیل و باطل بدانه یا خود را نسبت به شرایط و وضعیت زمانه خود به اثر بدانه او انسانی که این دیدگاه داره هیچ وقت در پی تلاش در پی علم و در پی اینکه خود را به سرنوشت جامعه و مردم صحیح و شرک بیدانه احساس نمی کنن. و در این حال ایشان روی بحث اخلاق به عنوان یک سرمایه بسیار ارزشمند در تعاملات در ارتباطات تأکید می یک جوان میگه باید با همسین سالان خود با خانواده و والدین خود در جامعه باید اخلاق اسلامی را همون مدارا را همون گذشت را همون ارزم به اخلاق نیک و پسندی داره که در اسلام روی بحث اخلاق بسیار سفارش شده جایگاه اخلاق تا اونجا در اسلام اهمیت داره که پیامبر رحمت للعالمین اساسا فلسفه به خود را بحث مکارم اخلاق, اخلاق یاد میکنه این و مکارم الاخلاق اخلاق جناب حسینی برای هر انسان مسلمان به ویژه جوان به عنوان سمره و در واقع نتیجه ایمان و اعتقاد و رفتار و کردار دینی است ما اگر مجموعه از مباحث دینی را به سه حوزه دسته‌بندی کنیم اعتقادات و احکام عملی و رفتاری نتیجه ای دوتا میشه اخلاق لذا ما یک انسان متدین را یک انسان مؤمن را یک انسانی که به تمام دستورات دینی مبین اسلام عمل میکنه رفتارش و کردارش دینیه با چی علامت و نشانه میتونیم بشناسیم ایمان یک بحث درونیه باور یک بحثی باطنی ما از کجا بفهمیم که این انسان یا جوان ایمان داره یا نداره یا رفتارش خب رفتارها همش که رفتاری نیست که ما ببینیم بی و بفهمیم خیلی از رفتارها ممکنه به صورت فردی و دور از چشم ما باشه میگه انسان باورمند را که یا همون انسان مؤمن را یا یک انسانی که به همه دستورات اسلام در عمل و رفتار پایبندی نشان میده ای را ما با اخلاقش میتونیم ارزیابی کنیم لذا اخلاق سمره و نتیجه است که ایمان و عمل کرد ما میتونه از ما برای دیگران نشان بده لذا ایشان یک جوان آراسته را جوانی که به اخلاق اسلامی آراسته یا. حالا اخلاق در حوزه های مختلف اخلاق با خدای متعال که همون توکل باشه همان ارزم تسلیم اراده الهی بودن باشه در قالب عبادات و مسائل اینها صبر و بردباری در برابر یک سری ناملایماتی که آه. هست باشه چی اخلاق در حوزه تعامل با دیگران وقتی ما با دیگران حالا دیگران میتونه در نظام خانواده والدین انسان باشه برادران و خواهران و در واقع دیگر اعضای فامیل انسان باشه تا برسیم به اخلاق در سایر شؤونات زندگی در تمام اینها ایشان میگه بر یک جوان مسلمان یا بر کلیه یک انسان مسلمان ایه که در این حوزه ها اون اخلاق اسلامی را اون اخلاق پسندیده قرآنی را که بسیار توصیه شده را رعایت کنه در مجموع ایشان از یک جوان مسلمان با توجه به این موضوعات یک سیمایی را تصویر میکنه که هم علمش بروزه و هم اخلاقش در تعاملی با دیگران پسندیده و هم خودباوری و اعتماد به نفسش بسترده. هست در واقع میتونه اینا معلف هایی باشه که ما بیتونیم یک جوان را از نگاه اسلام ترسیم و تصویر کنیم تشکر میکنم از صحبت های بسیار ارزشمند شما جواب واقعا من شدیم سه نکته ای که اشاره فرمودید در واقع نکات تلایی هست که با بر چنین نکاتی فکر می کنم که انسان یا بهتر بگم که یک جوان می که در یک جامعه انسانی و اسلامی از چه عظمت و شکوه و اقتداری برخوردار هست و اگر همواره مسلح بشه به صلاح اخلاق که در واقع میتونه زینت یک انسان باشه همواره اگر بدانه که من چه کسی هستم و چه رسالت عظیمی در اجتماع خود دارم و اگر خود همواره جزء از تعقیب کنندگان علم و دانش روز بدانه همواره میتونه جامعه ای را ایجاد کنه که او جامعه یک جامعه متعالی و ارزشمند باشه جهانی سپاس ها اجازه بکنم که باز میان برنامه ای باشه اینجور در بخش بعدی برنامه چند نکته دیگر هست که به انتفاق شما به مرور میگیریم دوستان عزیز ارجمند میان برنامه ای مجددا آماده نشست با یک دیگر میبینیم خب دوستان از ارجمند در شرایطی که متاسفانه بسیاری از جوامع اسلامی با بعضی از انحطاط ها روبرو هست با نگرانی هایی نسبت به مسائل اجتماعی فرهنگی وجود دارد و با توجه به او حجمه هایی که دشمنان اسلام در جوامه غربی در سعی بر دارن که بر پیکر اسلام عزیز ما وارد کنند حتی که هایی که نسبت به ساحات مقدس بزرگان دینی ما قرآن کریم قرار میگیره لازم هست که ما بیشتر ای بیداری اسلامی و بینش اسلامی را داشته باشیم در واقع باید غیرت اسلامی ما در چنین موقعیت هایی به جوش بیاید و با تکیه بر ارزش های اسلامی خود و او آموزه های والایی که پیامبر گرامی اسلام برای ما و یادگار گذاشته بزرگان دینی ما برایشان زحمت کشیده باید به دنیا ثابت کنیم که دین مبین اسلام چگونه یک دینی هست دینی همراه با صلح همراه با انسانیت دینی که پیام او برای سرتاسر سر, سر جهان میتونه همزیستی، هم نوعی و هم دیگر پذیری باشه انشالله که این موضوع مورد تایید و تاکید جوانان از ما قرار بگیره و همواره در پی ای باشند که زندگی خود و شرایط زندگی خود همراه کنند و همگام کنند با آموزه های بلند دین مبین اسلام عجب. بیشتر از صحبت های شما استفاده می‌کنیم در پیوان با جوانان یک موضوعی که وجود داره ای هست که ما باید هم با جوانان گام برداریم برای که بتانیم جوانان را به شکوفایی هرچه بیشتر با او پتانسیلی های بلقوهی که در وجودشان وجود داره اونا را پیدا کنیم و موجبات بروزش را در جامعه فراهم کنیم تا اینکه بتانیم در کنار جوانان شاید پیشرفت و تلقی جامعه هم باشیم حالا واقعا لازم نیست که همواره مقید به ای باشیم که جوانان همه ای کارها رو باید در اصرای وقت انجام بتن گاهی اوقات همتبعی و شوخی با جوانان ای که در راستای بعضی از خواهش های دوره جوانیشان بعضی از علاقه و سرگرمی هایی هم که اونا داره اگر بتونیم خود همگام بسازیم فکر میکنم که میتونیم استفاده اعظمی رو از نیروی جوانان ببریم بله، همون گونه که در آغاز اشاره شد و از امتیازات این شخصیت بزرگی بود که با همه اقشار از جمله جوانان بسیار راحتی ارتباط برقرار میکرد جوانا از محضرشون واقعا استفاده بسیار خوبی را میکردند و در حضور ایشان جوانان بسیار راحت بودند و ایشان بسیار به راحتی و به امو زبان جوانی با جوان ها هم میشد که این از خصیصه واقعا میشه بگم که ناب ایشانه یعنی شاید افراد در یک جایگاه فاخر علمی و با یک سن و سال در سنی ایشان شاید به این سادگی نتواند با جوان و نوجوان راحت ارتباط برقرار بله بله کنه بله بله ولی ایشان به دلیل اون شایستگی و برازندگی زندگی که داشتن همچون پیشوایان دینی ما با تمامی مخاطبین در مقاطع مختلف سنی ارتباط برقرار میکرد و به فرموده بزرگان ما کلم ناس به قدر اقولیهیم یعنی شما سعی کنید بیانتون را و فرمایشاتون را به اندازه درک و فهم یک جوان و نو جوان پایین بیارید لذا با توجه به این خصوصیت که این بزرگوار داشت واقعا میدیدیم در مجالس و محافل اکثر مخاطبان مخاطبان ایشان قشری جوان بود و ایشان به اه دلیل اهمیت جوان و دوره جوانی تلاش های زیادی کرد تاسیس حوزه علمیه پهنتون خاتم النبیین تلویزیون ارزشمند تمدن تمام اینها در واقع در راستای شکوفایی استعدادهای جوان جذب نیروهای متحد جوان در مدیریت و برنامه‌ریزی ها بوده بنابراین ایشان علا رغم این توصیه ها از سرگرمی های دوره جوانی که اقتضا و طبع جوانی ها غافل نمانده لذا میگه یک جوان به تفریح سالم نیاز داره لذا روی ورزش ایشان بسیار تأکید میکنه و اساسا ساخت در واقع حوزه علمی خاطب و نبیین را اگر عزیزان از نزدیک دیده باشه میدان وسیعی برای ورزش را ایشان در نظر گرفته ایشان مخاطبش طلبای جوان و نوجوانان بود میگفت که طلبه ای که ورزش نکنه طلبه ای که بخشی از وقت خود را به تفریح سالم سپری نکنه او نمیتونه یک انسان و یک جوان موفق باشه لذا در در بحث ورزش در بحث فعالیت های اجتماعی در تاسیس کتابخانه و مؤسسات خیریه در این موضوعات هم جوانان را بسیار تشویق میکرد و در واقع یک وظایف و مسئولیت های جوانی را میتونست برد. در این حوزه ها هم ایشان مدی نظر داشت و بیان میکرد زنده و سلامت باشن آقا سپاس از صحبت‌های بسیار ارزشمند شما با تاسف که زمان به پایان رسیده و ناگزیر از حضور گرم شما خلاصی کرد. موفق و معید باشین خیلی خوش آمدید به برنامه ما دوستان از ارجمند این بود از برنامه امروز روی خط زندگی که تقدیم شما از آن شد که حق مطلب نسبت به جایگاه ویژه‌ای که حضرت آیت الله العظمی محسنی رحمت الله علیه در بین مردم ما داشتن ادا شده باشد بار دیگر خاطر نشان بشم که فردا منتظر حضور پرشکوه و, و زیبای شما از آن برای تجدید میثاق و پیمان با معلم عزیز افغانستان هستیم وعده ما فردا جمعه ساعت 9 حساب تا دیداری بعد شما را به خداوند یکتا می سپارم خداوند یار و مددگار همه شما